بخش اعظمی از آب موجود در مریخ ممکن است به حالت سخت بر روی سطح این سیاره در آمده باشد. با سلام درود، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال خبری اسپیس اند آسترونومی. امید است آخر ویدیو ما را همراه باشید. به نقل از مجله ساینس، دانشمندان با تدوین مدل از مریخ بر اساس داده های مریخ نوردها و فضاپیماها به این نتیجه رسیدند که بیشتر آب این سیاره ممکن است به حالت سخت باقی مانده باشد. این مدل توانست تخمین بزند که چقدر مایع در مریخ در مرحله اولیه وجود این سیاره وجود داشته است و در طول زمان چه میزان از آن از دست رفته است. یکی از راه های تخمین میزان آب تجزیه و تحلیل سطوح هیدروژن در جو و سنگ های مریخ است. در این مطالعه آمده است که هر اتم هیدروژن حاوی یک پروتون است. با این حال برخی از اتم ها دارای یک نوترون اضافی هستند که یک ایزوتوپ معروف با دو تریم را تشکیل می دهد. معمولا هیدروژن سبکتر به دلیل گرانش کم سیاره به سمت فضا ناپدید می شود، در حالی که دو تریم سنگینتر باقی می ماند. دانشمندان با مقایسه محتوای هیدروژن و دو تریم توانستند میزان هیدروژن معمولی را که در مریخ ممکن است در طول زمان از دست داده باشد به دست بیاورند و راز ناپدید شدن آب در سطح این سیاره را توضیح دهند. معلوم شد که بین 1.4 تا 3.7 میلیارد سال پیش حجم آب در این سیاره سرخ حدود 40 تا 95% کاهش یافته است. بخش قابل توجه 30 تا 90% در طول هیدراتاسیون توسط مواد معدنی جذب شده است. آواشلر نویسنده اصلی این مقاله و متخصص مؤسسه فناوری کالیفرنیا در این خصوص بیان داشت. مریخ حدود 3 میلیارد سال پیش همانطور که امروز ما آن را میشناسیم تبدیل به یک سیاره خشک شده است. در عین حال نمیتوان مایعات جمع شده به حالت سخت در مریخ را به راحتی استخراج و استفاده نمود. شلر افزود برای به دست آوردن مقدار آب مورد نیاز بل اجبار مقدار زیاد سنگ باید گرم شوند. با سپاس فراوان از اینکه تا آخر ویدیو ما را همراه بودید. اگر می خواهید از تازه‌ترین اخبار فضا و نجوم آگاه شوید، پس کانال خبری اسپیس اند آسترونومی را لایک و سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید.